با درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز، عزیزانی که پای گیرنده‌های خودتون نشستید و برنامه ما رو تماشا می‌کنید. در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خوشحالم که میتونم با برادر بسیار عزیزم، دوست عزیزم، آقای دکتر ساسان توسلی در خدمت شما باشم. مرسی رضا جان، منم خوشحالم که داریم با هم این برنامه‌ها رو انجام می‌دیم. مرسی از دعوتت. ما میپردازیم به سوالاتی که دوستان عزیزمون فرستادن. سوالات باز سبک سوالات در رابطه با زندگی عملی مسیحی هستش. من سعی میکنم یکی دو تا سوال رو که از بینندگان عزیز برای ما فرستادن بخونم برای شما. دو تا سوال هست که خیلی شبیه به همه و میتونه دو تا جواب داشته باشه. البته ممکنه افراد عزیزی که الان دارن برنامه ما رو میبینن این سوال ایشون هم باشه. برای همین من این هر دو سوال رو میخونم خدمت شما. میفرماید که ایشون میفرماید که در مسیحیت افراد مجرد چطور میتوانند زندگی اخلاقی خوبی داشته باشند. این یک سوال دوست عزیزی فرستادن. و دوست عزیز دیگه یک سوال مشابه رو نو نزدیک به این سوال رو فرستادن که چطور بر وسوسه و افکار شیطانی غلبه کنم در برابر جنس مخالف مقاوم باشم. اوکی. به نظر من اولا سوالات بسیار مهمی هستش. بله. مسائل جنسی و مشکلات جنسی صحیح. توی دنیا به نظر من داره بیداد میکنه، چه دنیای غرب با تمام آزادیهاش و چه دنیای اسلامی پشت حجاب و چادر و دیوارهای خونه ها. وقتی آمار میشنوی که افراد توی کشورهای اسلامی وقتی توی اینترنت میرن به چه سایت های اینترنتی میرن و توی کشورهای غربی هم همینطور، میبینیم که مشکل جنسی و نه فقط حالا مشکل جنسی توی اینترنت یا توی فحشا، حتی مشکلات جنسی در روابط زن و شوهر در زناشویی واقعا یکی از مشکلات بزرگ و وسیع دنیای امروز هست. و حالا من این عزیزان نگفتن دقیقا ما مشکل داریم، ولی بالاخره سوال تو اون محور هست من. چطوری میتونیم زندگی پاک داشته باشیم؟ چطوری شخص مجرد باید زندگی پاک داشته باشه؟ راستش رو بخوای ازدواج کردن اتوماتیکوار مشکل جنسی و شهوت رو حل نمی‌کنه. یعنی فکر نکنه یه عزیزی که چون مجرده مشکلاتی داره که راحتی اتوماتیکوار حل میشه به محض اینکه همسر پیدا کنه. میدونیم که توی زندگی‌های زناشویی هم انواع و اقسام مشکلات جنسی وجود داره. و اون یکی دوست که چطوری میتونم که رکتر سوال رو مطرح کرده بود، چطوری میتونیم با وسوسه و شهوت در مقابل جنس مخالف روبرو بشیم. پس همینی که این سوال مطرح میشه به نظر من یه قدم مهمیه و اینم باید اعتراف بکنم خود بنده و از طرف جامعه مسیحی چه در طول تاریخ و چه امروزه که متاسفانه در کلیسا ما این صحبت‌ها رو خیلی سانسور میکنیم، خیلی اصلا باز نمی‌کنیم، سعی می‌کنیم یه پوششی روی مسائل جنسی و مشکلات جنسی بذاریم، انگار کلیسا فقط همه روحانی هستن، همه فقط در ابعاد پرستش و ستایش خداوند فقط دارن زندگی می‌کنن و هیچ مشکل فیزیکی و بدنی و جنسی انگار در زندگی کسی تو کلیسا وجود نداره. پس خیلی مسئله‌ایه که هم توش عالم خجالت هست، آدم پشت نقاب زندگی میکنه، این مسئله رو به کسی باز نمیکنه و تو همین تنها بودن، تو تنهایی هامون دل خودمون به کسی باز نمیکنیم، خودش یکی از مسئله سازترین فاکتورهایی که مشکلات جنسی، مسائل شهوتی ادامه پیدا میکنه تو زندگی افراد. پس سوال خیلی مهمی، بندم هیچ ادعا ندارم که توی چند دقیقه برنامه میتونیم تمام مشکلات رو مطرح کنیم، حل کنیم، جواب بدیم، راه حل بدیم، ولی خوبه که اقلا این موضوع مطرح بشه و ما یه چند تا نکته های اساسی رو مطرح بکنیم. به نظر من خیلی مهمه که اول اصلا ما بدونیم که اولا این عزیزان خب سوال کردن، پیش‌فرض اینه که کتاب مقدس میخواد که ما یه زندگی پاک داشته باشیم. چون خیلی‌ها شاید توی ایران نگاه می‌کنن به دنیای غرب. بنده همین دیشب بود داشتم تو اینترنت میخوندم، توی اینترنت یا مجله تایم بود یا نیوز ویک بود توی وبسایت هاشون که آمار زیادی گرفته شده توی آمریکا امروزه، توی خصوص این حالا توی دانشگاهی بود توی اورگان، ولی اینکه چقدر از جوون ها تو آمریکا با افراد مختلف رابطه جنسی دارن جوون ها، یعنی اصلا حتی اونایی که به قول خودشون دوست دختر دوست پسرن با یه نفر نمیمونن، دائم
به قول معروف توی آمریکا شریک عوض میکنن، دوست عوض میکنن، با این و اون همبستر میشن. حالا شاید یکی تو ایران ببینه بگه خب این زندگی عادی امروزه هست. من خودم خیلی ایرانی میشناسم، ایرانیایی که به محض اینکه اومدن خارج رفتن با یه دوست پسر زندگی میکنن، با یه دوست دختر زندگی میکنن و یه حالت این که با دوست پسر دوست دختر زندگی کردن و دوست پسر دوست دختر عوض کردن دیگه دنیای مدرنه. این دیگه ارزش دنیای مدرنه، این مسئله ای نیست. مسیحیت مشکلی نداره چون دیگه همه آزادیم، خدا رو شکر در زیر شریعت نیستیم، در زیر فیض هستیم. و این دیگه بله اینجا دیگه خارجه و اینجا دیگه مشکلی نیست. یا اینکه حالا تو ایران ما که دائم اخبارها میاد درباره موضوع صیغه و اینکه هی پس صیغه راه حل مبارزه با شهوت، صیغه راه حل مبارزه با یه آدم مجرد که ازدواج نکرده بالاخره باید مسائل جنسیش رو یه جا حل بکنه و صیغه راه حل اسلام میشه که ما کلاه شرعی میزنه. بله بله، که به نظر بنده و هر کس دیگه خارج از دنیای اسلام یک فحشای دینی نیست به غیر از این صیغه. حالا پس بیایم اصلا همین اصل رو یه مقدار تاکید کنیم که اصلا آیا پاکی اصلا مهم هست در کلام خدا یا نه. همین بیبندوباری که امروز تو دنیای غرب میبینیم این اصلا اوکیه از نظر مسیحیت؟ صحبت ایمان مسیحی چیه درباره این موضوع؟ میخوای چند تا آیه برامون برای بینندگان عزیز مطرح بکنی؟ خوشحال میشم. از کدومش میخوای شروع بکنیم؟ از کدوم من میخوای همون از تسالونیکیان شروع بکن؟ ها؟ به اتفاق میخونیم از کتاب رساله پولس رسول به اول تسالونیکیان باب چهارم. شما فرمودید که از آیه 3 به بعد بخونم گویا؟ آره آره، از 3 تا آخر 8، اول تسالونیکیان 4 آیات 3 تا 8. من خب تصور من اینه که اون آیات 1 و 2 هم خیلی بخون بی ربط نیست با مسائلی که شما عنوان کردید. میگه خلاصه ای برادران، از شما در عیسی خداوند استدعا و التماس میکنم که چنان که از ما یافته اید که به چه نوع باید رفتار کنید و خدا را راضی سازید و همونطور زیادتر ترقی نمایید. اولویت شما تو زندگیتون میگه خدا باشه اول تو این آیه، زیرا میدانید چه احکام از جانب عیسی خداوند به شما دادیم. حالا آیه 3 به بعد میگه زیرا که این است اراده خدا، یعنی قدوسیت شما، تا از زنا بپرهیزید. اینجا حالا واژه زنا رو ترجمه قدیم به کار برده، هر نوع فساد جنسی رو اشاره بله. میکنه. توی ترجمه 1009 اینجا اینطوری میگه خواست خدا این است که مقدس باشید، خود را از بی‌عفتی دور نگاه دارید. خب ادامه بده. تا هر کسی از شما بداند که چگونه باید ظرف خیشتن را در قدوسیت و عزت دریابد. و نه در بذار پس چیز کنیم، بذار با هم دیگه ترجمه ها رو موازی بخونیم. هر یک از شما باید بداند که چگونه در پاکی و برازندگی بدن خود را تحت تسلط نگه دارد. خوشم اومد از این واژه، بدن خود را تحت تسلط نگه دارد در پاکی و برازندگی. و نه در هوس شهوت مثل امتهایی که خدا را نمیشناسند. و تا کسی در این امر دست تطاول یا طمع بر برادر خود دراز نکند، زیرا خداوند از تمامی چنین کارها انتقام کشنده است. چنان که سابقا نیز به شما گفته و حکم کرده ایم، زیرا خدا ما را به ناپاکی نخوانده است بلکه به قدوسیت. لذا هر که حقیر شمارد انسان را حقیر نمی شمارد، بلکه خدا را که روح قدوس خود را به شما عطا کرده است. بسیار خب، پس تأکید روی زندگی قدوس، رو زندگی پاک، روی تحت تسلط داشتن بدن خود، اسیر شهوت های جنسی نشدن با اشخاص دیگه. اول تیموتائوس رو نگاه بکنیم. بله اول تیموتائوس، من از فصل 5 آیات از آیه 1 میخونم. مرد سال خورده، اینو داره پولس دستور میده به تیموتائوس، مرد سال خورده را توبیخ مکن بلکه او را همچون پدر خود اندرز ده، و جوانان را همانند برادران خود، و زنان سال خورده را همچون مادران، و زنان جوانتر را همانند خواهران خیش در کمال پاکی. پس دوباره تاکید روی رابطه مرد و زن باید در پاکی باشه، در مثل یک خانواده برادر و خواهر، بدون هیچ نوع
عمل ناشایسته و سوء استفاده از این رابطه نزدیک در بدن عیسی مسیح. رومیان رو هم لطفاً، رومیان 12 اگر میخوای بخونی، اینجا هم وقتش هست تا بعد تو قسمت‌های بعدی مقدار این موضوع رو باز بخونی. اینجا همینجا اشاره کرد به بدن، یا تو ترجمه قدیم میگه به ظرف اشاره میکنه. باز ما در رومیان هم این حقیقت رو میبینیم. باب 12 میفرماید که لحاظا ای برادران، از آیه 1 به بعد میخونم، باب 12 رومیان، لحاظا ای برادران شما رو به رحمت‌های خدا استدعا میکنم. باز اینجا داره التماس میکنه، هم نمونه همون آیه که توی تسالونیکیان خوندیم، استدعا میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست، و هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. آمین آمین. پس بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا به او تقدیم کنیم. و بعد حالا اینجا من یادم میاد اشاره‌ای که تو درس‌های پیش کردیم به صحبت مشهور عیسی مسیح موعظه سر کوه، که حتی اگر ما با چشم ناپاک یک مرد به یک زن نگاه بکنه و با دید شهوت اون شخص تو دل خودش زنا کرده، و مسیح میگه بهتره حتی چشم تو در بیاری تا زیر سلطه این زنا بری. البته نه به این معنی که واقعا مسیحیت میخواد ما چشمامون رو کور بکنیم، ولی مسیح داره تاکید میکنه روی جدیت زندگی پاک و روی جدی گرفتن مبارزه با شهوت و امیال نفسانی جنسی. پس اینو من فقط، ما راه حل اینجا ارائه ندادیم فقط تو این قسمت، فقط میخوام دوستان عزیز درک کنن تاکید مسیحیت روی زندگی پاک و این زندگی بیبند و بار دنیای امروز، چه تو غرب چه تو پشت پرده در دنیای شرق، این هیچ ربطی نداره به تعالیم مسیحیت و فرهنگ ملکوت خدا و فرهنگ خود ملکوت خدا، ارزش‌های مسیح، بلکه این به خاطر دنیای سکولار امروز هست که مردم به خاطر فرار از این کلام خداست که این نوع زندگی رو دارن ترویج رایج میکنن توی دنیای امروز. حالا تو قسمت‌های بعد یه مقدار صحبت رو بیشتر ادامه میدیم درباره این موضوع. خیلی ممنون از توضیحات شما. دوستان عزیز ما در استودیو پخش برنامه رو آماده کردن، به اتفاق میبینیم و در خدمت شما عزیزان هست. در دنیایی که در آن زندگی میکنیم سوال‌های بی‌پاسخ بسیاری وجود دارد، سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی، عظمت خالقی قادر و بی همتا نمایان است. اکنون سوال این است: چطور می توانیم را شناخت؟ پاسخ سوالهای شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. دوستان عزیز برمیگردیم به استودیو و مبحث خودمون رو ادامه میدیم. بسیار خوب. من میخوام حالا توی این برنامه یک کتابی رو معرفی کنم. از این کتاب هم زیاد هست در دنیای مسیحی آمریکایی، ولی احساس کردم که این کتاب خوبی هست که من حداقل معرفی کنم، و میخوام یک قسمتی از این کتاب رو استفاده بکنم برای توضیح به این سوالاتی که مطرح شده درباره روابط جنسی و پاک نگه داشتن خود در مشکلات جنسی و شهوت‌ها و روابط بین مرد و زن. این کتاب تیترش هست Healing the Wounds of Sexual Addiction، شفای زخم‌های اعتیاد جنسی.
Healing the Wounds of Sexual Addiction، شفای زخم‌های اعتیاد جنسی. حالا این عزیزانی که این سوالو کردن هیچ به ما نگفتن که اینا اعتیاد جنسی دارن، مشکل معتاد جنسی هستن، زیر سلطه مسائل جنسی هستن. بنده هیچ همچین پیش فرضی ندارم و فقط هم اعتیاد جنسی نیست مشکل، ولی این حالا کتابی که مستقیما فقط داره درباره اعتیاد جنسی صحبت میکنه، از یه روانشناس مسیحی هستش، پس شفای زخم های اعتیاد جنسی. ولی اینو حالا چرا اینو آوردم توی استودیو برای این سوال؟ به خاطر اینکه واقعا یه آمارهایی نویسنده میده تو دنیای امروز از درصد بالای کسانی که حتی تو کلیسا اعتیاد جنسی دارن. یعنی این چیزی نیست که بگیم فقط مشکل خارج از کلیسا هست، توی حتی کلیسا در دنیای غرب و حالا من دیگه ایرانش خبر ندارم، ولی اینکه اصلا نباید فکر کنیم که این مشکل یه مشکل محدودیه واسه چند نفر، بلکه واقعیتیه. به خاطر دسترسی ساده به اینترنت و سایت های اینترنتی، به خاطر دسترسی ساده به ماهواره، به خاطر دسترسی، به خاطر آزادی اجتماع در دنیای غرب که هر کس میتونه هر کاری بخواد بکنه به قول معروف انجام بده، پس این موضوع اعتیاد جنسی و فساد جنسی داره تو دنیا غوغا میکنه. حالا بعضیا میتونن تو این گناه بیفتن بدون اعتیاد، موضوع اعتیاد جنسی، ولی بالاخره این یه واقعیتی که باید باش روبرو بشیم. حالا این کتاب پر از فصلایی که اشاره میکنه به زمینه های این اعتیاد، داینامیک خانواده این اشخاصی که اعتیاد جنسی دارن، بعضی هایی که خودشون آزار جنسی گرفتن در بچگی. حالا اینا رو اصلا من میذارم کنار، اصلا اینا ما وارد بحث اعتیاد جنسی نمیخوایم بشیم، ولی یه قسمتش درباره شفا پیدا کردنی از اعتیاد جنسی و من میخوام این قسمت رو مطرح بکنم چون ربط داره به این سوال‌هایی که عزیزان کردن. چطوری میتونیم با وسوسه و شهوت با جنس مخالف روبرو بشیم؟ چطوری یه نفر میتونه پاک زندگی بکنه؟ یه فصل ششم این کتاب درباره تیتر فصلش هست The Journey of Healing، سفر به سوی شفا. چطوری میتونیم یه زندگی داشته باشیم که توش شفای مسیح رو تجربه کنیم در موضوع مبارزات و زخم‌های جنسی که توی زندگی ها داریم. و صحبت نویسنده با سه تا سوال خیلی قشنگ شروع میکنه، البته صحبت ها خیلی عمیق‌تره تا این چند دقیقه که بنده بخوام اینا رو مطرح کنم توی این برنامه. امیدوارم، من یکی از میگم همیشه یکی از اهداف من توی معرفی کتاب اینه که یه نفر این کتابا رو شاید خدا تو دلش بذاره ترجمه کنه و من نمیدونم توی کتاب‌های فارسی که در جامعه، چه جامعه ایران چه جامعه مسیحی ایرانی، من نمیدونم چقدر کتاب به فارسی ترجمه شده تو این موضوع، من خبر ندارم، ولی امیدوارم که مسیحی‌ها بیشتر تو این مسئله فعالیت کنن، تو ترجمه این نوع کتاب‌ها که ربط داره به یه موضوع خیلی حساس، موضوعی که گفتم خیلی سانسوری همیشه باش برخورد شده توی کلیسا، نه فقط البته توی کلیسا بلکه تو یعنی جامعه، حالا کشور خودمون میگم، کشور ما معمولا اینجور چیزها نادیده گرفته میشه به طور مخصوص. حالا من میتونم نمونه بزنم که وقتی رئیس مملکت ما میره یک جایی بهش میگن آقا شما هم جنس پاس توی مملکتتون دارین، میگه نه شما ها دارین ما نداریم، بعد همه صداشون در میاد. خب ما داریم تو مملکتمون، این حقیقتی که ولی جامعه ما، محیط ما، شرایط ما داره اینو خفه میکنه. حالا تو کلیسا که اصلا یه چیز داستان دیگه است اونجا. درست 100%. پس حالا نویسنده میگه که با سه تا سوال روحانی من میخوام این فصل رو شروع بکنم. میگه که سوال اول، اصلا آیا میخواهی خوب بشی؟ انگلیسی میگه Do you want to get well؟ و این سوال خیلی مهمیه و اشاره میکنه به اون داستان شفای اون شخص فلج توی انجیل یوحنا فصل 5 که مسیح از طرف میپرس اصلا میخوای شفا پیدا بکنی؟ و سوالش خیلی مسخره بیاد که خب مرد فلج مسلمه، ولی نه، واقعیت نشون میده چه تو علم روانشناسی تو خیلی مسائل زندگی ما عادت میکنیم به اون زندانی که توش هستیم. خیلی ها نمیخوان شفا پیدا کنن، خو گرفتن، عادت کردن، جای امنیه دیگه، محیط رو بلدن، زیر کنترل خودشونه، خودشونو قایم کردن. پس خیلی ها هستن، نویسنده میگه که نه واقعا مشکل جنسی دارن ولی نمیخوان شفا پیدا بکنن. پس سوال اول باید با خودمون صادق باشیم. حالا این عزیزانی که سوال کردن چطوری باید پاک زندگی کرد، اصلا آیا میخواهی پاک زندگی کنی واقعا؟ آیا میخواهی با این شهوت با جنس مخالف روبرو بشی یا نه؟
باز اوکی بازیه، داری مزه میکنی، بازی میکنی. پس سوال اول، اصلا آیا میخواهی بلند شی؟ میخواهی شفا پیدا کنی؟ میخواهی از اسارت آزاد شی؟ به سوال دوم، تشنه چی هستی؟ What are you thirsty for؟ و بعد داستان اون زن سامری رو اینجا مطرح میکنه و اینکه خود نویسنده میگه من با یه شخصی تو هالیوود ملاقات کردم که با 3000 خانوم، این شخص انگار آدم خیلی مشهور و هنرپیشه بوده، با 3000 خانوم اعتراف کرده همبستر شده، 3 میلیون دلار خرج کرده برای این زندگی فاسدش. و بعد گفت این شخص به من گفتش که هر وقت رابطه جنسی واسم کافی نبود، با هر کی که میخوابیدم میخواستم با یه نفر دیگه هم بخوابم. حالا منظور چیه؟ منظور این که واقعیت هر نوع اعتیادی، چه اعتیاد مواد، چه اعتیاد الکل، چه اعتیاد به پول و ثروت، چه اعتیاد جنسی، ما میخواهیم اون خلأ درونمونو با این چیزا پر کنیم، ولی کتاب مقدس میگه اون خلأ درون فقط با خدا پر میشه. اون جای خالی قلب رو ما میخواهیم با لذت جنسی، ثروت، خوراک، نمیدونم تفریح، جست، پوز، نفوذ، قدرت، با اینا پر کنیم. اینا بت‌های زندگی میشه. ولی سوالی که بعد از خودمون بکنیم، واقعا این خلل نشون دهنده چه تشنگیه؟ من دارم خودم با چه آشغالایی پر میکنم؟ سوال دوم، دنبال چی هستی؟ و اون با تشنگی واقعیت آیا میخوای روبرو بشی؟ و بعد سوال سوم، Are you willing to die to yourself؟ آیا آماده هستی که به نفس خودت بمیری؟ آیا آماده هستی که اون پولس بارها اشاره میکنه که اون انسان کهنه‌ت رو در بیار و انسان تازه رو بپوش؟ آیا میخواهی دائم خودت رو اول بذاری؟ مثلا توی مسائل جنسی، مشکل جنسی، چه توی رابطه زناشویی، چه یه شخص مجرد، تو میخواهی از یک کسی استفاده بکنی برای لذت بردن خودت، برای ارضای خودت. پس اون شخص فقط واسه یه وسیله است که ازش استفاده بکنی. ولی این سوال، آیا وقتی میگی خودت رو، نفس خودت رو بکش، نه اینکه ما نیاز جنسیمون رو نمیتونیم بکشیم، اون یه نیاز خداوند، نیاز جنسی هدیه خداست. اینو من میخوام اینجا بذار تاکید بکنیم که تو مسیحیت متاسفانه در طول تاریخ به خاطر نفوذ افکار فلسفه یونانی انگار رابطه جنسی خودش یه رابطه گناه آلوده. همچین چیزی نیست. خدا آدم و حوا رو در باغ عدن خلق کرد. کتاب مقدس چی میگه؟ هر دو عریان، کلمش عریان بودن، عریان بودن و هیچ خجالت و شرمی وجود نداشت. پس رابطه جنسی در یک چارچوب رابطه زناشویی بین مرد و زن، یک مرد و یک زن، هدف خداست، هدیه خداست. پس نیاز جنسی گناه نیست، ولی وقتی از اون نیاز جنسی رو توی بوتی میکنی و دیگران رو قربانی اون نیاز میکنی، چه دیگران، میتونه زن خودت باشه، میتونه تصویر توی اینترنت باشه یا ماهواره باشه، اینجاست که باید بگیم نه، من نمیخوام خودم رو تو زندگی اول بذارم، من میخوام به همسرم محبت کنم. و یعنی میخوام بگم که پس اینی که نفس خودمون رو باید باش روبرو بشیم. اینجا یه جمله قشنگ میگه، میگه شهوت، بذار انگلیسیشو بخونم چون فارسیش الان در نیومد تو ذهنم، ما قبول داریم، نه باید بعد با شرمندگی باید ترجمه کنم. Lust is equal to normal sexual desire plus selfishness. میگه شهوت برابره با نیاز جنسی معمولی به اضافه خودخواهی. نیاز جنسی اوکیه، وقتی خودخواهانه باش برخورد میکنی اون میشه شهوت. و میگه همه چیز درباره شهوت یک بت پرستی، غرور و منیت. حالا پیوریتی، پاکی چیه؟ پیوریتی is equal to normal sexual desire plus selflessness. زندگی پاک، نیاز جنسی معمولی به اضافه فروتنی. selflessness یعنی مخالف خودمحوری میشه، برعکس خودمحوری، یعنی دیگران رو
از خودت بالاتر میذاری، به دیگران بیشتر اهمیت میدی. پس یه زندگی پاک زندگیه که توش نیاز جنسی هست، ولی اون نیاز جنسی رو برای ارضای خودت استفاده نمی کنی، دیگران رو ابزار نمی کنی، وسیله نمی کنی که تو ارضا بشی. و فقط کلام خدا میگه نیاز جنسی باید در یک چارچوب ازدواج، یک رابطه زناشویی بین یک مرد و یک زن، این ایدئال خدا و هدف خدا برای ارضای رابطه جنسیمون هست، نه از ابزار دیگه بخوایم سوء استفاده بکنیم. حالا نکته های دیگه رو نویسنده مطرح، اینا تازه سه سوال مقدمه است. حالا یه سری مکانیزمای رو نویسنده مطرح میکنه که حالا تو قسمت بعدی ما بهش توجه خواهیم. خیلی ممنون از توضیحات شما و به برنامه یا به بخش بعدی میریم. دوستان عزیز ما در استودیو پخش برنامه رو آماده کردن، میبینیم، با ما همراه باشید. دنیایی که در آن زندگی می کنیم، سوالهای بی پاسخ بسیاری وجود دارد. سوالاتی که انسان قادر به درک آنها نیست. در این جهان بیکران و پر از شگفتی، عظمت خالقی قادر و بی همتا نمایان است. اکنون سوال این است: چطور می توان را شناخت؟ پاسخ سوال‌های شما در برنامه کتاب مقدس پاسخ می‌دهد. بله دوستان عزیز، به استودیو برمیگردیم و مبحث خودمون رو به همراه دکتر ساسان ادامه میدیم. ساسان جان، نویسنده صحبت اینو کردیم که به نفس خود باید بمیرید، به غرور خود، منیت خود و استفاده از دیگران برای نیازهای جنسی خودت. اشاره میکنه به داستان ایلیازر توی انجیل یوحنا فصل 11 و اینکه مسیح میتونه زودتر بره قبل از اینکه الیازر بمیره اون رو شفا بده، ولی اجازه داد اون بمیره و بعد رفت اون رو زنده کرد برای اینکه جلال خدا نمایان شه. بعد نویسنده میگه که خیلی جالب اینو رد میده، میگه خیلی از افراد که با مسائل جنسی مشکل دارن، چه اعتیاد جنسی، مبارزه های جنسی، تو تنهایی خودشون دائم فریاد میزنن مسیح چرا نمیای به داد من برسی، منو کمک کنی، تو تنهایی خودشون. ولی میگه مسیح میخواد اینا بمیرن، یعنی منظور اینه نه بمیرن فیزیکی، نه، میخواد ماها از لحاظ اگر... نفسانی. آره و نه، صحبتش خیلی جالبه، میگه که خیلی ها دعا میکنن به خدا کجایی، چرا مشکل به داد من نمیرسی، چرا نمیای منو شفا بدی از این مشکل. ولی میگه که چرا مسیح اونا رو آزاد نمیکنه، ولی میگه که مسیح میخواد اونها شکسته بشن، به آخر خط خودشون برسن، به بن‌بست برسن، به جایی برسن که قد کنترل رو ول کنن و تسلیم مسیح بشن. این نکته واسم قشنگ این رو ربط میده، میگه که موقعی که ما به بن‌بست، موقعی که سرمون به سنگ میخوره، سرمون به سنگ، موقعی که شکسته میشیم، موقعی که به آخر خطمون میرسیم، موقعی که از تلاش‌های انسانی خودمون دست برمیداریم و خودمون رو به اون میسپاریم، اون موقع خدا میاد وارد زندگی ما بشه. تا موقعی که هنوز میخوایم خودمون در کنترل باشیم، قایم کنیم از دیگران، خودمون با قدرت انسانی خودمون خودمون رو شفا بدیم، این امکان پذیر نیست. و نویسنده خیلی خوب تجربه داره توی اون حتی روش AA، Alcoholics Anonymous، 12 قدم برای معتادان الکلی، میگه حتی توی اون اصول هم باید به آخر خط خودت برسی.
تا موقعی که انکار میکنی مشکل تو، تا موقعی که خودت میگی من میتونم خودم استاپ بکنم، من خودم میتونم، من خودم بلدم، خودم این قدرت رو دارم، خدا اجازه میده تو ادامه بدی تو اون مسیر اشتباه. پس این حالا سوالهای مقدمه این فصل هست. بعد نویسنده حالا یکی از من اگر بخوام رضا این صحبت زندگی پاک چطوری از شهوت جنسی دوری کنیم، زندگی پاک یکی از مهمترین اصول، ببین اینجا میتونیم ما یه صحبت کلیشه‌ای بکنیم، دعا کن عزیزم، به مسیح بسپار، کلام بخون، صحبت های کلیشه‌ای راحت میشه کرد، اونم که من و تو هم تو استودیو نشستیم کسی جلومون نیست که خیر ما رو بگیره، صحبت های کلیشه‌ای راحته، ولی اگر بخوایم با واقعیت های زندگی روبرو بشیم یکی از مهمترین قدم ها برای رها شدن از هر نوع اعتیاد مسئله اینه که باید با چند نفر دل خودمون رو باز بکنیم و به اونها پاسخگو بشیم، جوابگو بشیم، انگلیسی میگه accountable، تا خودمون رو قایم کردیم تو تنهایی دل خودمون میگیم نه به کسی نگیم، خودمون رو باز نکنیم، فقط من و خدای خودم، اون قدرت رو پیدا نمی کنیم تا وقتی خودمون رو باز بکنیم و از دیگران کمک بگیریم. این نکته خیلی مهمی، حالا چه میگم توی اون اصول 12 قدم AA، چه مسئله اعتیاد مواد، چه اعتیادهای جنسی و مبارزه های جنسی، و این میگه که بس میگه معتادان جنسی که آماده هستن برای شفا پیدا کردن، تشنه خدا هستن و آماده هستن که به خودشون بمیرن، به نفس خودشون بمیرن، باید پاسخگو باشن تا خودشون رو بتونن از نظر جنسی پاک نگه دارن. پس من و تو نیاز داریم، هم گفتیم صحبت اهمیت کلیسا تو چند جلسه پیش، ما نیاز داریم به کمک تو زندگی. خدا ما رو طوری خلق نکرده که من تنهایی خودم رشد کنم، تنهایی جلو برم، تنهایی با مبارزه ها و وسوسه ها روبرو بشم. پس نیاز به همراه داریم، همراه هایی که تو زندگی ما رو دوست دارن، آدم های امین و قابل اعتمادی هستند، از مبارزه و ضعف های من سوء استفاده نمی کنند، برای من دعا می کنند و من بهشون می تونم جوابگو باشم. این پس نکته، یعنی این نکته رو من نمی تونم بیش از این تاکید بکنم که چقدر این مسئله مهمه. چطوری می تونم زندگی پاک داشته باشم به عنوان یه آدم مجرد؟ چطوری می تونم مبارزه کنم با شهوت در مقابل جنس مخالف؟ یکی از نصیحت های اساسی من و این کتاب، وقتی آماده هستی زندگی پاک داشته باشی باید چند تا دوست تو زندگی پیدا کنی که با همدیگه توی زندگی پاک جلو برید، نه تنهایی. تنهایی خیلی خیلی داستان مشکلی. حالا نویسنده چندین تا قدم‌های عملی برمی‌داره که نمیدونم حالا به امید خدا برسیم تو این برنامه یا شاید این برنامه رو باید یه مقدار دیگه ادامه بدیم تو هفته آینده، ولی میگه که برای، البته حالا حرف تو حرف میاد، ولی نویسنده داره صحبت اعتیاد جنسی رو میکنه. حالا این سوال هایی که برای ما مطرح شده صحبت اعتیاد جنسی نیست، ولی واقعیت مبارزه ها همه باش، خیلی ها باش درگیرن توی دنیای امروز. نویسنده ولی حالا داره راه شفا یافتن رو مطرح و مثالایی که میاره بر اساس، یعنی اصولی رو که نویسنده مطرح میکنه بر اساس کتاب نحمیا هست. نحمیا میگیم به فارسی، آره، که شهر اورشلیم خراب شده و حالا خدا نحمیا رو خونده که بیاد این شهر رو، دیوارهای اورشلیم رو بنا کنه، دیوارهای اورشلیم رو بنا کنه. حالا نویسنده اینو رب میده به زندگی شخصی یه نفر. وقتی که توی مسائل جنسی هستی انگار دیوارها خراب شده، دیوارهای زندگی سالم، زندگی پاک خراب شده، باید این دیوارها رو بسازیم، باید این سیستم دفاعی زندگی پاک رو بسازیم. صحبت همینه دیگه، دانه. چطوری بنده با شهوت و وسوسه های جنسی مبارزه کنم و پاک زندگی کنم؟ پس بنا کردن این دیوارها دور این زندگیمون خیلی ربط داره به اصولی که تو نحمیا ما باش برخورد میکنیم، بله، در باره بنا کردن دیوار دور اورشلیم. نکته اولی که نویسنده میگه، من اینجا حالا نمیخوام آیات نحمیا رو بخونیم، ولی نکته اولی که نویسنده میگه خیلی نکته مهمیه، من انگلیسیاشو میخونم بعد فارسی ترجمه میکنم. Begin in sadness and brokenness
شروع این پروسه شفا باید قصه بخوری و شکسته شده باشی. روند قدم شفا. اول قدم اول شکستگیه، قدم اول قصه خوردنه. و بعد اشاره میکنه وقتی نحمیا خبر رو میشنوه که دیوار خراب شده، نحمیا چیکار میکنه؟ گریه میکنه. یعنی حالا چرا باید گریه کنیم؟ برای اینکه صحبت چیز نیست دا. باید گریه کنیم چون تو فرهنگ شیعه ایرانی ما بله گریه کردن برکت داره. نه گریه های علکی من نمیگم. شکسته شدن در حضور خداست، فروتنیه. یعنی باید بدونم چقدر من از استاندارد پاکی که خدا میخواد من داشته باشم من پایین اومدم، چه خدا میخواد من چطوری زندگی کنم و من زندگیمو چطوری تو چه لجنی افتادم. پس باید از شکست شدنمون، باید با گناهمون روبرو بشیم، باید با شکستگیمون. تا موقعی که داریم ماسمالی میکنیم، انکار میکنیم، سانسور میکنیم، هیچ شفایی نمیتونیم توقع داشته باشیم اتفاق میفته. پس این روبروش با قصه و شکستگی شروع کردن که اشاره میکنه به نحمیا فصل 3 و نحمیا فصل 1 آیات 3 و 4 وقتی گریه میکنه و خبر شکسته شدن دیوارها به گوشش میرسه. نکته دوم، من تو این برنامه فکر نکنم این تموم کنیم، برنامه ادامه باید بدیم رضا جان. نکته دوم confess and repent، اعتراف و توبه، که بله من شکسته شدم، من اون زندگی من اون پاکی رو که باید داشته باشه نداره و من اعتراف میکنم و توبه میکنم. نه اینکه پس این و این رو توی دعای نحمیا میبینیم، نحمیا فصل 1 آیات 5 تا 11 که نحمیا توبه اعتراف میکنه گناهان قوم رو، خودش رو انگار نماینده قوم میذاره، اعتراف میکنه و خودش رو هم آمادگی خودش رو برای توبه مطرح میکنه. و بعد نکته سوم، اینم خیلی نکته مهمی از نظر روانشناسی، honestly express feelings and needs، یعنی میگه احساساتت رو و نیازهات رو صادقانه باید مطرح کنی. یعنی حالا منظور چیه؟ خیلی 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 وقتا مبارزه های جنسی، مشکلات جنسی ریشه های عمیقی تو زندگی دارن. حالا من اینجا وارد بحث های خیلی عمیق نمیتونم بشم، ولی یک عالم باید روبرو بشیم با اون احساسات زیر خاک قلبمون، با اون نیازها، اون زخمها. میگم ما همیشه خیلی وقتا فقط با اثرات کار داریم، ولی چه چیزایی این ریشه است که باعث میشه من هی رو بیارم به این مسائل جنسی؟ مثل اون فیلم تایتانیک بود، تیتانیک، که اون کوه یخی یه قسمت کوچیکش اومده بود بیرون، ولی زیرش خیلی عمیق بود. ما اون قسمت رویه رو میبینیم. دقیقاً یه کسی که چه زخم‌هایی، چه احساس‌های تنهایی، چه خلأهایی تو دل منه که خودم رو میخوام هی برم ارضا کنم با وبسایت هایی که درست نیست نگاه کنم، با فیلم هایی که نباید ببینم، با اشخاصی که نباید باشون ارتباط جنسی داشته باشم. من میخوام چه کمبودهایی رو در زندگی خودم با این کارا پر بکنم. پس باید روبرو بشیم با اون مسائل ریشه. یعنی هی نمیتونیم تو انکار بمونیم، هی بگیم من فقط دعا میکنم. آقا تنها راه حل مبارزه با شهوت اینه که بنده هی دعا بکنم، روزه بگیرم. اگر بخوام توی انکار زندگی کنم که من باید با یک مسائل اساسی، بنیادی و ریشه‌ای تو زندگیم روبرو بشم. نکات دیگه هست که رضا جان من احساس میکنم اجازه بدید اینو ما تو جلسه بعد ادامه بدیم، که چطوری ما باید زندگی پاکی رو دنبال بکنیم. و چون تا حالا درباره این سوال ما توی این برنامه اصلا صحبت نکردیم، پس بهتره که خیلی زود سریع ازش رد نشیم، یه مقدار وقت بیشتر بهش بدیم برای باز کردن این موضوع. خیلی ممنون از توضیحات شما. دوستان عزیز بیننده، وقت ما در همینجا به پایان میرسه. امیدواریم که در برنامه‌های بعدی بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. تا دیدار دیگه، برنامه دیگه، شما عزیزان رو به خداوند پر از محبت می‌سپارم. بدرود.